I'm just going to take a little pause this session from the dreams. یه خورده فقط میخوام یک استوپ کوتاهی بکنم از درسمون. But we're going to go back the next session. ولی دوباره برمیگردیم به سشن به درس بعدی. Because I felt like sharing something. خاطر اینکه حس کردم که باید یه چیزی دیگری با ما در میون بذارم. There is a very famous psalm in the Bible. یک مزمور خیلی معروفی هست توی کتاب مقدس. It's probably the most famous passage in the Bible. به احتمال زیاد معروف ترین قسمت در کتاب مقدس هستش. Apart from John 3:16. به غیر از یوحنا 3:16. And it's Psalm 23. و مزمور 23 هستش. And it's a Psalm of David. که مزمور داوود هست. And I can imagine David wrote it. میتونم تصور کنم که داوود این رو نوشت. Before he was king. قبل از اینکه پادشاه بود. I imagine David wrote it while he was still a shepherd. فکر می‌کنم داوود این مزمور رو موقعی نوشت که هنوز یک شبان گوسفند بود. And he had been filled with the Spirit of God. و از روح خدا پر شده بود. And while he was taking good care of his sheep. و همینطور که داشت از گوسفندان مراقبت می‌کرد. And I imagine all of a sudden he gets a revelation. و من فکر می‌کنم که یک دفعه یه مکاشفه‌ای براش باز میشه. That just like I am the good shepherd to my sheep. که اینطور فکر می‌کنه که خودش یک شبان نیکو هست برای گوسفندانش. Then God is a good shepherd to me. و اینکه خدا هم یک شبان خوب برای من هستش. And then he begins to say the Lord is my shepherd. و اینطور شروع می‌کنه که میگه خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتبه‌های سبز مرا می‌خواباند. نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند. جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌کند. چون در وادی سایه موت نیز راهروم، از بدی نخواهم ترسید. زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تطهین کرده‌ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابد الابد. آمین. Okay. You already read it. Yeah. Thank you. Good. Okay. So he starts to explain what a shepherd does. بعد شروع میکنه توضیح دادن به اینکه یک شبان چه کارهایی انجام میده. He leads his sheep to green pastures. اینکه گوسفندا رو طرف مرتعه‌های سبز میبره. And there he makes them lie down. و میذاره که آروم بگیرن و اونجا بمونن راحت بشن. He makes them rest. میذاره که اونجا استراحت بکنن. And that's what Jesus does to us. و اون چیزی که مسیح برای ما انجام میده. Jesus says, "Come to me, all of you who are weary and heavy laden." میگه مسیح میگه گران بارم از زحمت کشان بیایید نزد من. And I will give you rest. و من به شما آرامی میدم. Jesus doesn't give us a new set of rules to follow. مسیح به ما قانون جدیدی نمیده برای دنبال کردن. He gives us rest. به ما آرامش میده. Okay. And then he says, "Take my yoke." یوغ من رو بگیرید. And what is my yoke? He says, "Learn from me." و میگه اون یوغی که اون یوغ من چی هست؟ میگه از من یاد بگیرید. In other words, I want you to follow me, and I want you to learn from me. از شما میخوام که منو دنبال بکنید و از من یاد بگیرید. Because I'm meek of heart. Because I'm meek of heart. خاطر اینکه من نه فروتن هستم یا حلیم هستم. And you will find rest of your soul for your soul. و شما میتونید در جان یا روان خودتون آرامش بیابید. Now, what is meekness? حالا این حلیم بودن چی هست؟ Meekness and weakness are not the same. حلیم بودن با ضعیف بودن متفاوت هستن. We can compare meekness. We can see it in the animals. میتونیم توی حیوانات ببینیم. If you have two horses, اگه دو تا اسب داشته باشیم, one is a savage horse, a wild horse, یکیش وحشیه, سرکشه, and the other one is a domesticated, a tame horse. یکی دیگه‌اش رام شده است. Which one is the strongest? کدومش قوی‌تره? Which one is the fastest? کدومش سریع‌تره? They're just as strong, they're just as fast.
هر جفتشون یک اندازه قدرت دارن و یک اندازه سرعت دارن. But there's one difference. ولی یه تفاوتی وجود داره. One acts entirely on impulse. یکی از روی impulse، از روی instinct. چیزای غریزی خودش عمل میکنه. Whenever something happens, it reacts. وقتی چیزی اتفاق میفته، عکس العمل نشون میده. The other one only reacts to the master's command. ولی اون یکی عکس که رام شده هستش فقط عکس العمل نشون میده به دستور صاحبش. And that's what we should learn from Jesus. و این چیزی است که ما باید از مسیح یاد بگیریم. We should learn to bring our emotions to him. و برای همین باید احساسات خودمون رو به حضورش بیاریم. Because if we react to everything that happens around us, چون اگه ما عکس العمل نشون بدیم به همه چیزی که دور و بر ما اتفاق میفته, especially if we live in a difficult environment, اگه توی یک محیط خیلی سختی زندگی میکنیم, we will never find rest. هیچ وقت نمیتونیم اون آرامی رو پیدا بکنیم. But if we learn to be meek, ولی اگه یاد بگیریم که حلیم باشیم, and bring our emotions under the lordship of Jesus. و احساساتمون رو بیاریم زیر نظر شبانمون مسیح. Then we will find rest for our souls. بعد اون موقع میتونیم آرامش رو در جان خودمون و در روان خودمون بپذیریم و بگیریم. Then it says he leads me to the quiet waters. بعد میگه منو هدایت میکنه به طرف آب‌های آرام. A sheep needs quiet waters to drink. یه گوسفند احتیاج داره به یک آب آروم که بتونه بنوشه. Because of the way the sheep has its mouth and its nostrils. به خاطر اینکه جوری که بینی و دهان گوسفند نزدیک هم هستن. اگه مثلا آب خیلی تلاطم داشته باشه نمیتونن. It will drown. It cannot drink. میتونن یعنی غرق خفه بشن به خاطر اینکه خیلی نزدیک. And it needs quiet waters. برای همین احتیاج داره به آب آروم. And it's the same way we need quiet in order to be strengthened, in order to be filled with God. برای همین هم ما احتیاج داریم به آرامش که بتونیم از خدا پر بشیم و قوتمون قوت بگیریم. If we are in constant anxiety, we cannot nourish our soul. اگه خیلی تلاطم هست در ما، نمیتونیم آرامش رو در جان و روان خودمون بگیریم داشته باشیم. But Jesus, our good shepherd, knows where there's quiet waters in every situation. ولی عیسی چون شبان نیکو هستش میدونه که کجا آب‌های آرام هستن. Then it says he leads me and he restores my soul. بعد میگه جان من رو تازه میکنه. Okay. The word restore here. The word restore. Yeah. We don't have restore here. What do you have? Okay. Turn around. Refreshing soul. He refreshes my soul. Okay. Well, the Hebrew word is shub. کلمه عبریش شو هستش. Which means it's one of the words for repentance. یکی از کلماتی است که برای توبه استفاده شده. And it literally means to turn around. و معنی اینه که بچه برگرد. And it makes a lot of sense with the following verse. و میگه خیلی معنیدار میشه تو آیه بعدی. It says he leads me in the path of righteousness for his name. به راه‌های راست هدایت میکنه. So imagine we are in the sheep and we are walking in the wrong direction. می فکر کنید که ما گوسفند هستیم و داریم در مسیر اشتباه قدم برمی‌داریم. He speaks to us. با ما صحبت میکنه. He makes us turn around. و وادارمون میکنه که برگردیم. And then he leads us on the right path. و بعد ما رو در مسیر درست قرار میده. So it's speaking about how God is leading us. و نشون میده که چطور خدا ما رو هدایت میکنه. Many times a sheep is on the wrong path. و بعد خیلی مواقع گوسفند میره تو جای توی مسیر اشتباه. And the shepherd calls. و اینکه شبان صداش میکنه. And if the sheep is smart, it changes direction. And if the sheep is smart. اگه گوسفند خیلی باهوش باشه مسیرش رو تغییر میده. Maybe it needs a little pick with the staff or something. شاید مثلا با یه چوب اینجوری بهش بزنی. And it will get on the right direction. ولی خلاصه برمیگرده تو مسیر درست. But then it says he leads it on the right path for his name's sake. ولی میگه ما رو به راههای راست هدایت میکنه به خاطر نام خودش. Because the reputation of a shepherd. Reputation. 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 به خاطر اینکه شبان معروفن به نه
the name, the fame. Yeah, مشهور بودن یک شبان در واقع depends on the state of his flock. آره، معروف بودنش به اینه که چه جوری از اون گله گوسفند مراقبت میکنه. If the sheep are all thin and full of wounds. اگه همه گوسفندا پر از زخم و درد هستن. What does that say about the shepherd? این چه تصویر رو از اون شبان برای شما داره؟ It says it's a bad shepherd. نشون میده که شبان خیلی بدیه. If you see a flock in a good condition. اگه ببینید که یه گله توی یک موقعیت و سلامتی خوبی هستن. That means it's a good shepherd. این نشون میده که اون شبانشون شبان خوبی هستش. So God leads us on the right path also for his sake. پس خدا ما رو هدایت میکنه به راه درست به خاطر اسم خودش. Because his name is now upon us. به خاطر اینکه الان اسم خدا روی ماست. We are part of his reputation. و ما اعتبار در واقع خدا هستیم. We are his flock. ما گوسفندان اون هستیم، یا گله اون هستیم. And he has placed his name upon us. و اسم خودش رو روی ما گذاشته. And then it says, even though I walk through the valley of the shadow of death. حتی میگه از والی مرگ عبور کنم، تاریکی مرگ عبور کنم. And sometimes we use that in funerals. بعضی وقت میگن او توی مراسم عزاداری مثلا. But it's not really what it means. ولی واقعا نمیدونیم چه معنی میده. موقعی که کسی میمیره فوت میکنه چیکار میکنن؟ تشییع جنازه. در موقع میگه توی تشییع جنازه بعضی وقت این آیه رو استفاده میکنیم ولی نمیدونیم واقعا معنیش چیه. Sometimes the shepherd needs to lead the sheep through a dark valley. بعضی وقت احتیاجه که شبان گوسفندا رو از یک منطقه تاریک عبور بدن. And there can be a predator in caves or behind a rock. و ممکنه اونجا مثلا یه حیوانات وحشی باشن پشت سنگی توی غاری که بخوان حمله کنن. And here is what David says. و اینجاست که داوود اینو میگه. And this is part of the thing I felt like sharing with you. و این چیزی که تو دلش هست که با شما در میان بذارم. Even though I walk there. حتی میگه اگه من از اونجا عبور بکنم تو اون مسیر تاریکی برم. I will fear no evil. میگه از شریر نمیترسم. And then he gives a reason. و بعد دلیلش رو میگه که چرا نمیترسه. It's not because the danger is not there. به خاطر این نیست که اونجا هیچ خطری وجود نداره. But he says you are with me. به خاطر اینه که میگه تو با من هستی. God will never lead us in a place where he's not. پس خدا ما رو جایی قرار نمیده که خودش اونجا نباشه. He is a good shepherd that walks in front of his sheep. شبان نیکویی هستش که در جلوی گله خودش حرکت میکنه. And the sheep follow his voice. و گوسفندا هم صداشو دنبال میکنن. So I know that if God has led me into a situation. پس میگه میدونم اگه خدا منو توی یک موقعیتی قرار داده. It's because he will lead me through it. به خاطر اینکه من از درون اون موقعیت عبور میده. He will never leave me in the middle of it. و هیچ وقت منو ترک نمیکنه وسط اون ماجرا. So David says I do not fear. پس داوود میگه که من نخواهم ترسید. Not because the predator is not there. نه به خاطر اینکه اونجا خطر یا دشمنی وجود نداره. But because you are with me. ولی به خاطر اینکه تو با من هستی. And then he says, your rod and your staff are my comfort. و بعد میگه عصا و چوب دستی تو قوت قلب من هستن. The shepherd has two kinds of rods or staffs. شبان دو نوع چوب دستی و عصا داره. A long one which is for direction. یه دونه است که بلند هستش و برای اینکه بخواد مسیر رو That has like the hook on it. و یه حالت اینجوری نیمگرد داره روش. So if the sheep fall down in a crevice or something. اگه میفته توی چاله یه چیزی میفته. He can lift it up. میتونه با اون بگیرتش و بلندش کنه بیاتش بالا. It's for direction. برای در واقع راهنمایی کردن هست. But the other one is a small one like a club. یکی دیگه هست که کوتاه‌تره. And that's to use with the predators. و اون برای اینه که بخواد اگه حیوان یا چیزی میاد بخواد جلوی اون بیسته. And that's what he says. I do not fear because you are with me. واسه همین میگه که من نمیترسم چون تو با من هستی. And your rod and your staff are my comfort. و برای همین عصا و چوب دستی تو هستن که به من اون آرامی رو میدن. Or in other words, he said, I can trust your leadership. میگه به طریق دیگه میتونیم بگیم که در واقع من به رهبری و هدایت کردن تو اعتماد میکنم. And I can trust your protection. برای همه میتونم به
حفاظت تو اطمینان کنم. That you are with me in those difficult moments. در اون موقعیت های سخت. Now the next one. و بعدی. It says you prepare a table before me in the presence of my enemies. میگه سفره‌ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم می‌گسترانی. Now this is an amazing passage. یک آیه خیلی عالی هستش. Because David is saying not only are you with me. میگه داوود میگه که نه که فقط تو با من هستی. But you prepare a table for me. ولی در این حال یک میزی رو برای من مهیا می‌کنی. In presence of my enemies. در برابر دشمنانم. Now what it literally says is in presence of the ones who causes anxiety to me. میگه در برابر کسایی که برای من استراب ایجاد می‌کنن، در مقابل کسایی که برای من استراب ایجاد می‌کنن. So in the middle of any difficult situation. پس در میان یک موقعیت و یک محیط مشکل و سخت، God is with us. خدا با ماست. Okay. And in the middle of every difficult situation. و در وسط تمامی یک مشکل یا سختی، there is a table with food for me. یک میز با غذا آماده هستش. And it's an abundant table. و یک در واقع میزی است که فراوانی هست. به فراوانی روش همه چیز هست. Now what is my food? حالا غذای من چی هست؟ Jesus said man shall not live by bread alone. مسیح میگه که مرد تنها به نان زیست نکند، نمی‌کند. But of every word that comes out of the mouth of God. ولی از هر کلام که از دهان خدا بیرون میاد. It doesn't say every word that has come out. نمیگه هر کلمه‌ای که قبلا بیرون اومده. But every word that comes out present tense. و هر کلامی که بیرون میاد در حال حاضر. God has fresh bread for us. خدا نان تازه داره برامون. In the Lord's prayer we have give us this day our daily bread. یه توی دعای ربانی این هست که امروز نان روزانه ما رو به ما بده. And in the same way we need daily food to strengthen our body. همینطور که ما احتیاج داریم که روزانه غذا بخوریم برای قوت گرفتن جسممون. God has daily food for our soul, His word. خدا هم برای جان و روان ما غذا داره، غذای روحانی داره. And then it says, and not only that, but you anoint my head with oil. فقط اون نیست، بلکه میگه تو سر منو با روغن مس میکنی. Now the oil for sheep is not just perfume or something nice. و یه روغن برای گوسفند فقط یک ادکولون نیست و یه چیز خوب نیست. It was also medicine. حتی اون موقع براشون یک در واقع درمان بود. دوا بود، دارو بود. If the sheep had been scratched in a fight with a predator or something. اگه یه گوسفندی با در واقع در جنگش با یک مثلا یه حیوان وحشی زخمی میشد، It's part of the treatment they use for the wounds. یکی از کارهایی بود که انجام میدادن که بخوان اون زخمو در واقع شفا پیدا بکنه. So that it would heal up. که بخواد شفا پیدا بکنه. And God has that for us. و خدا همون رو برای ما داره. In every situation he has a word that will strengthen us. در هر موقعیتی برای ما یک کلامی داره که بخواد به ما قوت بده. And then he has oil that will help us heal when we have wounds. و در این حال برای ما یک روغنی داره که بخواد زخم‌های ما رو شفا بده. One of the titles of the Holy Spirit. یکی از لقب‌های روح القدس. Is comfort. آرام دهنده. تسلی دهنده است. We all need comfort. ما همه ما تسلی احتیاج داریم. In the beginning, the children have their parents and their teddy bear. همه بچه خرسا. But as we grow up. Okay. سر دیگه. اوکی همه بچه کوچیکا یه خرس دارن، عروسک خرس دارن. But as we grow up. ولی همینطور که بزرگتر میشیم. That doesn't work anymore. دیگه اون خرس عروسک خرس برای ما کاری نمیکنه، به ما آرامش نمیده دیگه. But we still need comfort. ولی باز هم وقتی بزرگ میشیم احتیاج به اون تسلی داریم. Every time we are in a situation that causes anxiety. هر وقت توی موقعیت قرار میگیریم که به ما اضطراب و دلشوره میده. We are looking for our parents to embrace us. دنبال میگردیم که پدر مادرمون باشن و به ما آرامش بدن، ما رو بغل کنن. But that's not always possible. ولی همیشه این اتفاق نمیفته چون ما بزرگ شدیم. But we have a father in heaven. ولی یک پدر آسمانی داریم. And we have the spirit of adoption.
و همینطور روح adoption فرزندخواندگی داریم. The spirit that makes us cry Abba Father. و روحی که در واقع میتونیم پدر صداش بکنیم. And we can find the comfort. و موقع است که میتونیم اون تسلی رو دریافت بکنیم. We can find the peace of God. اون موقع میتونیم آرامش خدا رو بپذیریم و بگیریم. Now God's peace is different. حالا آرامش خدا متفاوته. When Jesus was leaving his disciples. وقتی مسیح داشت دیگه شاگرداشو ترک میکرد. In John chapter 14. توی یوحنا باب 14. He says, I'm leaving, but I will give you a different comforter. میگه من دارم میرم ولی برای شما یک تسلی دهنده میفرستم. Or I'm leaving, but another one is going to take my place. میگه من میرم ولی یکی دیگه هست که میاد جای من رو پر میکنه. Whenever the disciples were in distress, they would run to Jesus. هر وقت شاگردا توی مشکل میافتادن بدو میافتن طرف مسیح. When they felt like their boat was sinking, they would wake him up. وقتی فکر کردن قایقشون داره غرق میشه بیدارش کردن. But now they would not have him in the same way anymore. ولی وقتی مسیح داشت ترکشون میکرد دیگه مسیح دور و بر نبود که بخوام پیشش برم. But Jesus says, I will not leave you orphans, I will come to you. مسیح میگه من شما رو در واقع بدون یتیم نمیذارم و براتون یه تسلی دهنده میفرستم. And we need to know we have a father. که بدونید که ما یک پدر داریم. And we have a good father. و پدر خوبی داریم. We have a perfect father. پدر کامل داریم. And part of what he has given us is a spirit of comfort. و چیزی که به ما داده روح آرامی داده، روح تسلی داده. Where people run to all other kinds of things. مردم تو دور و بر همه چیز میچرخن هستن. Some run to entertainment. بعضیا میرن طرف موزیک و چیزای سرگرمی. Some run to a bottle. بعضیا میرن طرف بطری ها. And people look for comfort in many things. و مردم دنبال تسلی میگردن تو چیزهای مختلف. But we have the true comforter. We have His Spirit. ولی ما اون تسلی دهنده حقیقی رو داریم که روحش هست. And then Jesus says in John 14. و مسیح تو یوحنا باب 14 میگه. He says, My peace I give unto you. میگه که آرامی خودم رو به شما میدم. And I do not give it as the world gives it. و طوری نمیدم که دنیا میده. Now, how does the world give peace? حالا دنیا چجوری به ما آرامش میده؟ If my circumstances are well, اگه همه موقعیت من خوب و اوکی و عالی هستش, my heart will have peace. اون موقع قلب من آرامی داره. It's a peace that's from the outside in. یک آرامشی که هست که از بیرون تأثیر میذاره روی ما. But the peace of Jesus, ولی آرامش عیسی, was the peace that made him able to sleep in the middle of a storm. آرامشی بود که باعث شد بتونه در طوفان بخوابه. A storm where the fishermen thought they would drown. طوفانی بود که حتی ماهیگیرها فکر کردن دارن میمیرن. And when Jesus got up, وقتی مسیح بلند شد, he could use the peace that he had. میتونست اون آرامشی که درونش بود استفاده بکنه. And he could use that peace on his circumstances. و تونست اون آرامشی که درونش بود رو بر روی موقعیتی که اونجا وجود داشت استفاده بکنه. And say peace be still. و بگه که آرامی بیاد. Because his peace was not dependent on the circumstances. چون آرامشی که درش بود ربطی به موقعیتش نداشت. He carried his peace on the inside. آرامش مسیح از درون خودش می اومد. The peace of God is not the absence of problems. آرامش خدا غیبت مشکلات دور اطراف ما نیست. It's the presence of God in the midst of problems. حضور خدا در وسط تمامی اون مشکلات و سختی هست. We can see the peace of God is presence. ما میتونیم ببینیم که آرامش خدا هست، وجود داره. When Jesus instructs his disciples when he sends them out. وقتی که مسیح شاگردای خودش رو میفرسته. He says when you enter a house give the greeting of peace. میگه وقتی که وارد یک خونه میشید سلامتی رو اعلان کنید. آرامش رو اعلان کنید. And if there is a child of peace, the peace will stay upon that house. و اگر اونجا بچه اون سلامتی رو که میفرستید اگه اونجا کسی باشه که لایقش باشه بر روی اونا قرار میگیره. If not, it will return to you. اگه نباشه برمیگرده به خود شما. In other words, the peace of God is something. یعنی آرامش خدا چیزی هست. Or better said, it's someone.
یا اینکه بهتر بگیم که یک کسی هست. The peace of God is the presence of God. آرامش خدا حضور خداست. Okay. That's the peace God wants us to have. و اون آرامشی هست که خدا دوست داره ما داشته باشیم. And that's the peace we should look for in all circumstances. و اون آرامشی هست که ما باید تو تمامی موقعیت‌های زندگیمون دنبالش باشیم. Because when we can have peace, we can have joy. چون وقتی ما آرامش داشته باشیم، موقع میتونیم شادی داشته باشیم. Joy is a flower that grows in the soil of peace. شادی چیزی هست که میتونه در خاک آرامش رشد بکنه. And we should always look for peace. و ما همیشه باید دنبال آرامش باشیم. Now worry can take away our peace. نگرانی میتونه آرامش ما رو از ما بگیره. But Paul says do not worry about anything. ولی پولس میگه که برای هیچ چیز نگران نباشید. Instead pray. اما به جاش دعا کنید. With thanksgiving. با شکرگزاری. And then he says and the peace of God that surpasses all understanding. و میگه آرامش خدا که از هر گونه فهم بالاتر و فراتر هستش will guard your heart and your minds in Christ Jesus. قلب شما رو حفاظت میکنه و ذهن شما رو محافظت میکنه در عیسی مسیح. Now what does that mean? حالا این یعنی چی؟ That means if I don't have peace, حالا این یعنی اگه من آرامش نداشته باشم, that means my mind has wandered off a place it should not be. این یعنی که ذهن من رفته یه جایی که نباید باشه. I'm still saved. هنوز نجاتو دارم. I just have a wrong focus. فقط تمرکزم اشتباهه. I'm focused on the things that steal my peace. من دارم به چیزایی فکر میکنم که میتونه آرامش من از من بدزده. Instead of on what gives me peace. به جای اینکه بخوام فکرم رو چیزی تمرکز کنم که به من آرامش میده. Peter, as long as he looked at Jesus, پتروس تا جایی که چشماش به مسیح بود, he was fine and could walk on the water. راحت میتونست روی آب راه بره. But when he saw the waves, he got afraid and started to drown. به محض اینکه چشمشو برداشت و به طوفان و به موج‌ها نگاه کرد, رفت پایین. And we should have our focus on Jesus. ما باید تمرکزمون رو روی مسیح بذاریم. And know that no matter what I go through, و مهم نیست که از چه چیزهایی داریم عبور میکنیم. And the good shepherd is always with me. شبان نیکو همیشه با من هست. And then he says surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. رحمت و چی؟ و رحمت خداوند فکر کنم آیه آخر مزمور هستش. And I will dwell in the house of the Lord forever. و در خانه خداوند اوکی میگه همانا نیکویی و محبت تمام روزهای زندگیم در پی من خواهد بود. و سالیان دراز در خانه خداوند ساکن خواهم بود. So we can find God's goodness and mercy everywhere. پس ما میتونیم اون نیکویی و محبت خدا رو همه جا پیدا کنیم. We can find his peace everywhere. آرامشش رو میتونیم همه جا پیدا بکنیم. And in any place we can have a cup that's overflowing, we can have joy. هر جا یک در واقع فنجان یا لیوانی باشه که داره لبریز میشه ما میتونیم شادی داشته باشیم.